سلام به همه شما دوستان عزیز. اگر دوست دارین که درس های موسیقی رو بدون اشکال از روی نوت بزنید با من همراه باشید. خب در این جلسه من یه سری درس یا الگوی ریتمیک طراحی کردم و دوست دارم که اینها رو به شما به طور دقیق آموزش بدم. تا موقعی که با درس های موسیقی از روی نوت روبرو میشید بتونید اونها رو به راحتی تشخیص بدید و بدونید که چطوری باید نواخته بشن. خب در این درس ها که میبینید در ریتم دو چهارم طراحی شده و ریتم دو چهارم هم تعریفش به این شکله که عدد دو نمایانگر تعداد ضرب ما در هر میزانه، یعنی در هر میزان ما دو تا ضرب بیشتر نباید بزنیم و عدد پایینی هم که 4 نوشته شده یعنی نمایانگر نوت سیاه هست. پس ما در هر میزان دو تا ضرب داریم که هر یه دونش مساوی با یه دونه سیاهه. خب این ضرب ها به صورت الگوهای رفت و برگشتی هستن، یعنی به این شکل. خب و این ها هم تکرار میشن، به صورت مداوم تکرار میشن، با هر سرعتی شروع بشن با همون سرعت هم باید تمام بشن. خب ما فعلا سرعت پایین رو در نظر گرفتیم که میخوایم دقیق این نوت ها رو بشناسیم، این ریتم ها رو بشناسیم، بدونیم که چطوری باید این ریتم ها اجرا بشه. خب درس اول همین نوت ها به صورت سیاهه، خیلی پس کار خاصی نداره. ببینید برای هر نوت یک ضرب. دو ری می فا سولا. حالا من اینها رو با مترونوم میذارم که شما دقیق تشخیص بدید و یه سری حالا ضرب هم با دست توی ویدیو هست که اینها به شما کمک میکنه که ضرب رو بهتر بشناسید. فعلا با دست ضرب سیاه رو من به شما نشون میدم. دیدید که خیلی ساده بود درس و هر نوتی برای هر نوتی ما یک ضرب اجرا کردیم، یعنی در واقع هر نوت رو روی یک ضرب انداختیم و این نوت ها هم در تا انتهای ضرب باید کشیده بشن. مثلا نوت دو، دو ر، یعنی تا لحظه ای که دست میاد بالا این نوت باید ادامه داشته باشه. خب میریم سراغ قسمت بعد که نوت ها به صورت چنگ نوشته شدن و من یه حالت ضرب به صورت چنگ با دست برای شما اجرا میکنم که ضرب اصلیمون سیاه هست و ضرب خردتر ما که چنگ هست. اینها هم به شما کمک میکنه که جای دقیق اون نوت ها رو متوجه بشید. خب حالا میخوایم بریم سراغ قسمت بعدی که نوت ها به صورت دولاچنگ اجرا میشن. این دولاچنگ ها هر دونه شون به اندازه یک چهارم ضرب هستن، یعنی در هر ضرب ما پس 4 تا دولاچنگ میتونیم جا بدیم، یا به این شکل هم میشه بهش نگاه کرد که هر نیم ضرب 2 تا دولاچنگ میتونه جا بگیره. خب موقعی که حالا دست میاد پایین یا بر میگرده بالا در هر قسمت ما دوتا میتونیم جا بدیم. دو 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 دو، ببینید یک دو سه چار، 4 تا دلاچنگ. یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار. پس حالا اگه با نوت بخوایم اینا رو بگیم، دو 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 دو، ر ر ر ر، می 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 می، فا 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 فا، سل 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 سل، لا 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 لا. حالا اینها رو با ساز برای شما اجرا میکنم تا بهتر متوجه بشید. این بود درس دولاچنگ. حالا میریم سراغ قسمت بعدی که الگوی ما تشکیل شده از یک چنگ و دو تا دولاچنگ.
در هر ضرب به این شکله. ببینید چنگ خودش یک نیم ضربه، دو تا دلا چنگا باید تو نیم ضرب بعدی باشن. خب دام باب با بام باب با بام باب با بام باب با. حالا اگه با نوت بخوایم بگیم به این شکل میشه: دو 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 دو، ره ره ره، می می می، فا فا فا، سل سل سل، لا لا لا. حالا باز من اینو برای شما اجرا میکنم تا راحت تر متوجه بشید. خب این هم از درس چنگ و دو تا دلا چنگ. حالا میریم سراغ الگوی بعدی که این ریتم کاملا معکوس شده، یعنی در نیم ضرب اول ما دو تا دلا چنگ داریم، برگشتمون یه دونه چنگ. باب باب بام باب باب بام، دو دو دو، ره ره ره، می می می، فا فا فا. این هم برای شما اجرا میکنم. میخواییم بریم سراغ الگوی بعدی که این الگو یه ذره مشکل هست به دلیل اینکه ما نوتای نقطه دار داریم. ببینید بعضی موقع نقطه پایین نوت قرار میگیره یا روی نوت، این قضیهش فرق میکنه تا اینکه بغل نوت باشه. این بغل نوت بودن نوتای نقطه دار به اصطلاح به این شکله که نصفشون بهشون اضافه میشه، یعنی اگر سیاه باشه یک چنگ بهش اضافه میشه، یعنی یک سیاه به اضافه یک چنگ، در واقع سه تا چنگ در خودش جا میگیره. حالا اینجا ما چنگ نقطه دار داریم، این یعنی اینکه یک چنگ به اضافه یک دلا چنگ، در واقع ما در چنگ نقطه دار سه تا دلا چنگ میتونیم جا بدیم. حالا شما با این ضرب هایی که به صورت سیاه چنگ و دلا چنگ با دست نشون میدیم، شما به اینها کاملا توجه بکنید که ببینید تا کجا این چنگ نقطه داره نواخته میشه و اون دلا چنگه کجای ضرب باید بیاد. ببینید به این شکله که شما چهار تا دلا چنگ در هر ضرب دارید. خب یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، این ستای اول برای چنگ نقطه دار میره و این دلا چنگ تنها میمونه. دو دو، ره ره، می می، فا فا. حالا این رو برای شما اجرا میکنم، شما باز بیشتر توجه بکنید به ضرب ها تا این رو قشنگ متوجه بشید. خب میریم سراغ درس بعدی که این ریتم کاملا برعکس ریتم قبلی است، یعنی دلا چنگ اول افتاده، چنگ نقطه دار بعدش اومده. پس به این شکل میشه، ما همون دلا چنگا رو در نظر میگیریم: دو دو، ره ره، می می، فا فا. حالا این رو اجرا میکنم، باز بیشتر دقت کنید. میریم سراغ الگوی بعدی که این دایره شکل ها که پایین نوت اومدن، اینا اسمشون تکیه است. تکیه رو در یک ویدیو قبلا توضیح دادم. خب پس به این شکل میشه، موقعی که ما دو تا دو چنگ داریم، دو دو، خب این نیم ضرب اولمون دیگه چنگ نیست، تبدیل به دو تا دلا چنگ میشه. دوره دو، دوره دو، ره می ره، می فا می، فا سل فا. حالا این رو برای شما اجرا میکنم. خب
پس به این شکل با تکیه آشنا شدیم و تونستیم اون رو در قالب ریتم دو چهارم روی نوت‌های چنگ اجرا کنیم. حالا می‌خوایم اون رو روی نوت‌های دولا چنگ اجرا کنیم. حالا اینا پس سرعتشون دو برابر میشه دیگه. در واقع ما باید سریع‌تر بزنیم و اینا رو ببینید به این شکل دو ره دو ره میره. می‌فهمیم فا سول فا سول سول لا لا سولا سول فا سول فا می فا می ره می ره دو ره دو. حالا این رو برای شما اجرا میکنم تا متوجه بشی. خب میریم سراغ درس بعدی که به صورت تریوله چنگ آورده شده. ما تریوله به صورت سیاه هم میتونیم داشته باشیم، دولا چنگ هم میتونیم داشته باشیم، ولی اینجا برای تمرین به صورت چنگ آوردیمش. میبینید که در هر میزان ما 6 تا چنگ جا دادیم. پس اینها رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، هر ستایی رو میندازیم توی یک ضرب. حالا من سعی میکنم که جای دقیق این چنگ ها رو به شما بگم که جاش کجاست. ما یک ضرب رو اگه یاد بگیریم، ضرب دوم راحت دیگه میدونیم جاشون کجاست. حالا در مورد ستای اول میخوام یه توضیح بدم. چنگ اول که همون با شروع ضرب میاد، چنگ دوم قبل از اینکه نیم ضرب شروع بشه زده میشه و چنگ سوم هم بعد از نیم ضرب زده میشه. یعنی یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. روی ضرب های چنگ اینها رو قشنگ دقت بکنید که ببینید جاشون کجاست. خب این هم از درس تریوله و حالا میریم سراغ آخرین تمرینمون که این نوت ها به صورت چنگ آورده شدن و تمرینی برای شناختن سکوت چنگ. ما در واقع روی ضرب دوم نیم ضرب اول سکوت داریم، یعنی اونجا باید سکوت رو اجرا بکنیم و نیم ضرب دومش دوباره نوت داریم. دو ره 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 می می ف می فا 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 سول 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 لا لا. حالا این رو برای شما اجرا میکنم. درس های ما به پایان رسید. امیدوارم که این درس ها براتون مفید بوده باشه و درس هایی که حالا بخواید خودتون بزنید از روی نوت راحت بتونید از روی نوت ببینید و بزنید. خب امیدوارم موفق باشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.